با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره تابلو در خدمتون هستم. بریم سراغ اولین موضوعی که میخوام این جلسه راجع بهش صحبت کنیم، بحث تریم کردن. بچه ها فرض کنید شما یه دیتایی دارید، بچه ها خب یک بعضی از ستوناش مثلا یه سری اسپیس های اضافی، حالا وسطش، اولش، آخرش داره، چجوری اونا رو از بین ببرید؟ من بعد تو اکسل بهتون نشون میدم که بدونید داستان چیکار میخوام بکنیم، بعد میریم تو تابلو. خب بچه این اکسل رو نگاه کنید، من یه سری چیز اینجا نوشتم، بذارید بزرگش کنم. خب در حالت عادی وقتی شما به این نگاه میکنید میگه خب این مشکلی نداره که، خب اما یه سری اسپیس اضافه این داره. بچه نگاه کنید، من اینا رو انتخاب میکنم، نگاه کنید بچه یه سری اسپیس اضافه داره. خب حالا چجوری این اسپیس ها رو ما بتونیم حذفش بکنیم؟ من تو اکسل نشون میدم، بعد میریم اونجا داخل تابلو. تیریم نه، یه دستوری داریم بچه ها به اسم تریم، مساوی تریم A1 نباشت A2، همین کار رو برای پایینش رو انجام میدیم. حالا بچه اینجا نیا کنید، دیگه اسپیس اضافه نداریم. خب فرق هم نمی کنه، شما اگه اولش هم بذارید باز هم حذف میکنه، هیچ فرقی نمیکنه، وسط باشه، آخر باشه، اول باشه، حذف میکنه، اول آخر حذف میکنه. چرا وسط چی؟ حالا به نظرتون یه دونه رو نگه میداره. اگه من اولش هم یه دونه یک بذارم، یکی بچه چه اتفاق میفته؟ یک میاره، یه دونه اسپیس میاره، بعد بقیه حذف میکنه. پس این حواستون باشه اگه قبلش یه دونه کاراکتر داشته باشید، همه رو حذف نمیکنه، یه دونه شو نگه میداره. حالا ببینیم تو تابلو چجوری این کار میتونیم بکنیم. تو تابلو بچه ها یه چیزی داریم به نام تریم، مثلا روی مانوفکتچر کلیک راست بکنید، بعد کریتش کو کریت کلکیولیتد فیلد، یه چیزی داریم بچه ها به نام تریم، بذارید اینجا بیارمش. تریم یه ال تریم داریم، یه آر تریم داریم، یه تریم داریم. ال تریم آر تریم مشخصه دیگه، لفت رو پاک کنه، رایت رو پاک کنه، تریم هم دو طرف رو پاک کنه. اینجا میگه تریم، فقط کافی اون چیزی که میخواید رو بیاید داخلش بنویسید. چی رو میخواد؟ مانوفکتچر. اوکی کنید، اضافه میشه. حالا من نمیدونم این چیز هم دارید، مانوفکتچر هم داشت یا نه، بذار نگاه کنیم. مانوفکتچر من خب کلکیشن فیت اینجا نمیشه فهمید بچه ها، ولی خب در عمل به دردتون میخونه، یه جایی اسپیس ها اذیت کننده میشه. پس اگر اسپیس داشتید با دستور تریم میتونید خیلی راحت حذفش بکنید. خب بچه ها موضوع دومی که میخوایم این جلسه راجع بهش صحبت بکنیم بهش میگن کانکت کردن یا ادغام کردن دو تا چیز با هم دیگه. خب بذار من اینا رو پاک کنم. بچه ها فرض کنید شما یه ستونی دارید به اسم first name، یه دونه دارید last name، خب مثلا علی احمدی، بذار من چی داشته بذار با شما نیست، سارا جلالی، یکی دیگه هم بنویسیم حامد خودمون و غلامی. خب این خط رو زیرش هم برداریم. حالا فرض کنید بچه‌ها شما میخواید این دوتا ستون رو به هم دیگه متصل بکنید، یه ستون بشه مثلا فرست نیم لاست نیم کنار هم باشه، خب مثلا بشه اسمش نیم. چجوری این کار میکنیم؟ توی اکسل یه چیزی داریم به نام کانکت، مساوی کانکت چی شد؟ مساوی کانکت، خب که دو تا چیز بهش میدید شما با هم متصل میکنه. مثلا من میگم میخوام A2 رو و B2 رو به هم کانکت کنه. میدید بچه ها بر بقیقش همین کار رو انجام میده. حالا نکته که وجود داره اینه که توی تابلو همین کار میشه کرد، یک کوچولو ولی فرق میکنه. بریم ببینیم، دو تا مثال میخوام باهاتون بزنم ببینیم. مثلا فرض کنید بچه ها من یه چیزی دارم به نام country state city، خب country city و یه نام استیت، میخوام این ستا رو کنار هم داشته باشم. مثلا بزنم
United Kingdom، اسم استیتش، اسم شهرش، سه تا کنار هم به ترتیب. چجوری این کار میکنم؟ اینو میبندم. خب میام اینجا یه دونه calculated field درست میکنم. خب اسمشو میذارم country state city. خب country رو میارم اینجا، state هم میارم، city هم میارم. خب حالا چجوری این کار میکنم؟ فقط کافی بینشون یه به اضافه بذارم. اوکی میکنم اینو. ببینیم بچه دیتا منو، دیتا جدید که اضافه کردیم اینا هاشش country city استیت سیتی. فقط مشکلی که داریم که بچه ها اگه دقیق کنیم فاصله نداره، چسبیده به همه. United Kingdom، England، Leeds چسبیده به همه. حالا چجوری اینو درست بکنیم؟ خیلی ساده، اینو میذارم ادیت، این جاوا اسکریپت بچه نیا کنید، یه دونه اینجا دبل کوتیشن میذارم، یه فاصله، مثلا یه ویلگور به اضافه اینجا هم به همچنین. اینجا میگم که یه فاصله یه ویلگول به اضافه. اینو اوکی میکنم. ببین بچه ها درست شد. United Kingdom یه فاصله یه ویلگول، انگلند یه فاصله یه ویلگول، لیدز. اوکی. خب این بچه حالتی که شما قراره چند تا استرینگ رو به هم دیگه متصل بکنید. حالا فرض کن شما میخواید یه ستون دارید استرینگ، یه ستون دارید نامبر، اینو میخواید به هم دیگه متصل کنید. مثلا فرض کنید من میخوام یه ستون درست کنم، اسم کشور باشه با مثلا days to ship، این دوتا عدد میخوام کنار هم باشه، یعنی مثلا country days to ship کنار هم. خب یکی دیگه درست کنیم، اسمشو میذارم country ship. خب country رو میخوام، actual days to ship هم میخوام. حالا اگه من بین این رو به اضافه بذارم بچه ها قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ میگه شما نمیتونید استرینگ رو با انتیجر جمع بکنید. حالا چجوری مشکل حل کنیم؟ خیلی ساده، یه دونه فانکشن داریم به نام str، تبدیل میکنه انتیجر رو به استرینگ. حالا مشکل حل شد. خب حالا برای اینکه خوشگل تر بشه میام چیکار میکنم؟ میام میگم که به اضافه این کن، به اضافه دبل کوتیشن یه اسپیس، یه دونه پرانتز، یه دبل کوتیشن به اضافه آخرش هم، آن دو تا به اضافه گوشتم جا، آخرش هم میگم به اضافه یه دونه فاصله یه پرانتز، یه پرانتز هم اینجا اضافه بکنم. ببینیم چجوری میشه. چی بود کانتری ایناش بچه نیا کنید چه خوشگل شد، تعداد دستوشیپش هم جلوش اضافه شد. خیلی عالی. خیلی خب بچه ها، این میدومش بشه جلسه بعدی. فعلا خدافظ.